سلام دوستان، من معلم نقاشی هستم. اسم من هاندابی است. اسم من به زبان کره‌ای یعنی بارانی که بعد از خشکسالی میباره. درسته که از شما دور هستم، اما خوشحالم که با شما اینطوری صحبت میکنم. دوستان، از الان با من با صنف نقاشی با هم خواهیم بود و امیدوارم که زیاد برای شماها سخت نباشه و همینطور امیدوارم که لحظات لذت بخشی رو داشته باشید. خب دوستان، نقاشی چی هست؟ نقاشی میتونه همه چیز رو نشون بده. حتی میتونید چیزای غیر واقعی در دنیا رو با نقاشی نشون بدید. برای همین نقاشی جوابی ندارد. من اینطوری به شماها هنر نقاشی رو آموزش میدم. لازم نیست که درست مثل من انجام بدهید. امیدوارم که هر طور که دوست دارید بکشید. خب، از الان بریم سراغ صنف اول. دوستان، وسایل آماده شده است. یک کتاب نقاشی و یک مداد، یک پاپکن و یک تراش به شکل قورباغه. خب این مداد رو در بینی قورباغه بذاریم. خب اینطوری اول این رو باز می‌کنیم و مداد را داخلش می‌ذاریم و اینطوری آروم آروم مداد رو می‌چرخونیم. بله، اینجا دهانش که بره به داخل مداد تیز میشه. خب ببینید، مداد تراش رو کنار میذاریم، دوباره نقاشی میکنیم. قسمت اصلی نقاشی شما کشیدن نقطه، خط و صورت هست. با این ستا ما همه نقاشی ها رو میکشیم. با کشیدن یه نقطه شروع میکنیم. بچه ها، تا حالا تو آسمون یه ستاره دیدید؟ من ستاره ها رو خیلی دوست دارم. یه ستاره کوچیک اینجاست و یه ستاره کمی بزرگتر اینجا و یه ستاره خیلی بزرگتر. وقتی به این ستاره های درخشان نگاه میکنم خیلی خوشحال میشم، به خاطر اینکه در شب تعداد زیادی ستاره درخشان وجود داره. شب تاریک ترسناک نیست. یک ستاره خیلی کوچک و یک ستاره کمی بزرگ و یک ستاره خیلی بزرگ. خب من چند تا با اندازه های متفاوت کشیدم. اینها همه نقطه است. نقطه بزرگ هم وجود داره، اما اگر خیلی بزرگ باشه دیگه نقطه نیست. به نظرم بهتره که بگیم همه اینها ستاره هستن. بعدی خط هست. خط از نقطه ها درست شده. ببینید، من نقطه ها رو نزدیک به هم می کشم. مثل قبل که ستاره ها رو کشیدم، من فقط آنها رو نزدیک به هم می کشم و می بینید که به هم وصل می شن. همینطوری که به هم وصل می شن یه خط درست می شه. به خاطر این انواع زیادی خط وجود داره. این خط را یه بار دیگه می کشم. بله، این یک خط راست هست. این یه خط راست طولانی هست. این یه منحنی است.
منحنی ها مثل این که می کشم. خیلی نرم هستن. خب الان حدس بزنی. این چطوریه؟ آیا این خطها نشان داده شدن؟ مثل خطوط تیز و یا خطی که به نظر میرسد خیلی سخت است، خط مستقیم نامیده میشود. خب به این نگاه کنید. بله کمی به این شباهت داره، اما این یکم فرق دارد. این شبیه یک موج است. این شبیه یک خط کاملا گرد است. این خطای نرم منحنی نامیده می شوند. خب به وسیله این همه خط متفاوت می خواهم با شما نقاشی بکشم. بهتون گفتم که وقتی نقطه ها جمع می شن یه خط درست می شه. درسته؟ این دفعه خط ها جمع می شن و یه نقطه درست می کنن. خب حالا خط ها رو نزدیک به هم می کشیم. اول یه دایره می کشم. خب این یکم فرق داره. بله من دارم یه خط با شکل می کشم. من خط ها رو در جهت های متفاوتی می کشم. این یه دایره هست. هر دو دایره هستن اما فرق دارن. این یه بیضی هست. درسته که گرد هست اما کمی کشیده هست. من میتونم دایره های زیادی مثل این بکشم. و همینطور این خط هایی هست که قبلن یاد گرفتیم. 1, 2, 3, 4. من 4 خط رو به هم وصل کردم. این یک مربع هست و این هم یک مربع هست و یک مربع با ضلع‌های طولانی می کشم و این خط هم مثل خط کناری هست. من اینجوری می کشم و یه مثلث درست می شه. این هم یه مثلث است اما دو تا از ضلع‌هایش بلندتره. خب با خطا 3 نوع شکل رو به شما نشون دادم. خب ما می‌خواهیم این شکل‌ها رو رنگ کنیم و یه صورت درست کنیم. خب وقتی که خطا جمع میشن و وقتی که خطها به بالا و پایین کشیده میشن. رنگامیزی میشه، درسته؟ این یه صورت هست. سخت نیست، منم رنگشون میکنم. خب، دایره و مربع رو رنگ میکنیم و خطا رو از بالا به پایین میکشیم. با همه اینا صورت رو درست میکنیم. این زیر هم یه مستطیل. اگر یکم رنگ‌آمیزی رو تمرین کنید خیلی خوش می‌گذره و سخت نیست. من هم مربع رو رنگ‌آمیزی کردم. بعد مثلث هست. دوستان با هر رنگی که دوست دارید رنگ کنید.
خب من مستطیرها رو تموم کردم. بله، در آخر مثلث با ضلع‌های برند رو رنگ می‌کنم. به به، تموم شد. دوستان، تصویر و نقاشی جواب دقیقی نداره. خب، هر جوابی میتونه درست باشه. خب، اگر تصویر فرق داشته باشه، اینجوری اثر هنری زیباتر میشه. خب، امیدوارم امروز لذت برده باشید. و منم به خاطر اولین کار هنری دوستان خودم خیلی خیلی خوشحالم. خب، تا دفعه بعد، خدا نگهدار.